سلام و درود به شما یه هفته دیگه شروع هفته و البته فرصتهای معاملاتی تا انتهای ویدیو همراه باش تا اطلاعات خوبی رو نسبت به هفته آینده بازارهای مالی بهت بگم اما هفته آینده همونجوری که میدونین الان در واقع کنفرانس کاردانو روز دومش در جریان خواهد بود بعد ببینیم چه اتفاق میفته قراردادهای بسیار خوبی با چین لینک با دش با شرکت های مختلفی ولت معرفی کرده کاردانو و بعد ببینیم چه اتفاق روش میفته رو چارت‌های کریپتو میریم اما مهمترین اخبار این هفته دیلایت سیوینگ رو خواهیم داشت تغییر ساعت پاییزی روی دلار نیوزیلند روی کشور نیوزیلند و از دوشنبه شروع میشه آخرین هفته ماه سپتامبر هست از دوشنبه شروع میشه با اسپیک پرزیدنت لاگارد دیگه در مورد تیپرینگ در مورد کیوی میدونین و قطعا اگه تو صحبتاش تیپرینگ رو صحبت کنه لاگارد یا فد همونجوری که میبینین دو سه نفر از اعضای فد آمریکا همون روز سخنرانی خواهند داشت پس اگه اشاره بشه به تیپرینگ دیگه میدونین اگرم ندیدین ویدیوش توی کامنت شماره یک ماست تو اولین کامنت یوتیوب و همین جا هم داره لینک میشه که ببینین تیپرینگ چی و به چه معنی خیلی هم مهمه این نکته بسیار مهمیه که باید ببینیم تو صحبتاشون فدا از این به بعد در واقع رئیس بانک مرکزی مثل لاگارد مثل پاول آیا سیگنالی میدن بهش میگن سیگنال دادن سیگنالی میدن که تیپرینگ داره شروع میشه شروع شد حرکت بکنه یا نه خب زمانی هم که تیپرینگ میشه بحث کردیم راجبش به صحبت کردیم که در حقیقت یه مقداری دلار میکشه بالا بقیه بازارها چون داره پول ازش جمع میشه سقوط میکنه مثل بازار سهام میتونه تأثیر گذار باشه روی طلا بعضیا میگن بیت کوین دوباره کرش داره بعد ببینیم به حال خیلی از این نظریا بوده اما اگر و آینده فکر میکنم خیلی کارساز نیست ما رو چهار تا بررسی میکنیم تکنیکال میبینیم و کاملا مشخص روی کار تا اگه بخواد در واقع بازار واکنش جالبی رو داشته باشه اما بریم سراغ در واقع روز دوشنبه ای که با لاگارد سخنرانی شروع شد و در حقیقت باید ببینیم که چه اتفاقی میفته ایوانز صحبت خواهد کرد روی دلار آمریکا اف ام سی اما وسطش نگاه کنید دورابل گودز اوردر خواهد بود روز دوشنبه یه از اون دوشنبه هایی که با فدا شروع میشه و دوشنبه ایدهالمون نخواهد بود اما میشینیم پای چارت ببینیم آیا فرصت خوبی خواهد بود یا نه اما روز سهشنبه روز سهشنبه کانسیومر کانفیدنس روی دلار آمریکا خواهیم داشت دوباره یه اسپیک دیگه یه عضو دیگه بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه خبرهایی که خواهیم داشت پندینگ هوم سلز کرول اویل اینونتوری روی اول میریم برنت میریم جای جالبی قرار گرفته و باید ببینیم و دوباره پرزیدنت لاگارد صحبت میکنه رئیس بانک مرکزی انگلستان صحبت میکنه رئیس بانک مرکزی ژاپن صحبت میکنه رئیس بانک مرکزی آمریکا صحبت میکنه ببینیم چه اتفاق میفته روزی که کل بازار مالی تقریبا از هر قاره به جز آفریقا یه نفر داره صحبت میکنه چینم پی امایش میاد بسیار مهم روز چهارشنبه 29 سپتامبر آخرین یه روز مونده به انتهای ماه میلادی در واقع سپتام رو روز پنجشنبه رو ببینیم حالا من از این خبرها خیلی سریع رد میشم چون توی لایوهای سه شنبه، پنجشنبه و جمعه هفته آینده قطعا در واقع این خبرها رو ریستر تو اون لحظه بررسی میکنیم الان الزامی نداره برم راجبش ریز بشم روز پنجشنبه شنبه از اون روزهای مهم آن ایمپلویمنت آمریکا هفتگیش میاد GDP آمریکا میاد فصلیش بسیار مهمه شیکاگو پی ام آی میاد میتونه مهم باشه و کلی اسپیک مهم این هفته اصلا عجیب و غریبه نگاه کنین اسپیک اسپیک میتینگ اسپیک اسپیک و بسیار مهم این سخنرانی ها ببینیم ظاهرا فد میخواد یه کارایی بکنه داره یه ذره کشش میده شاید تو نوامبر خیلی ها تو دسامبر معمولا تو دسامبر چندین بار این تجربه رو داشتیم توی یوتیوب وبینارهای هفتگی یا در حقیقت سیگنال های هفتگی رو ببینید چندین بار تو دسامبر این کار این تصمیم انجام شده که ریت بالا پایین شده حالا ببینیم چه اتفاقی میفته روز جمعه اول اکتبرم با GDP ماهیانه دلار آمریکا شروع میشه با PCE آمریکا و مهمترین خبر شد در انتهای در واقع هفته و اولین روز ماه جدید ISM Manufacturing PMI هست که با همدیگه تجربه خواهیم کرد و عدداش هم خیلی عددای جالبی با همدیگه صحبت میکنیم روش این از اخبار مهم هفته که بسیار جالب این هفته جالب خواهد بود یه نگاه گذرا بکنیم روی چارت های مختلف مثل طلا از طلا شروع میکنم چارت ماهیانه طلا به سمت و سوی جالبی پیش رفته بسیار جالب پیش رفته ببینیم کندل سپتامبر چجوری بسته میشه و کجا میاد و خیلی زیبا هفته طلا فوق زیبا به نظرم خیلی ها اینو سری سلاف میبینن حرکت میبینن اما این کندل ها کندل های قابل توجهیه یعنی این شدوی که اومده خورده اینجا رفته داره بین این دوتا ناحیه اطلاعاتی رو به ما میده بررسیش کنیم بسیار زیبا چارت هفتگی طلا که هم پتانسیل ریزش رو در جهت در واقع بازار داره میتونه خالی بکنه بعد از این میتونم بگم تخلیه بایرو توی این مسیر قیمت به جهت خودش برگشته ببینیم این هفته چی کار میکنه میتونه بریزه تا این ناحیه دوباره این ناحیه میتونه هم بره بالا هم دوباره بیاد پایین تو پول وک ما ترید بکنیم یا اینکه یه سناریو شاید نادرتر هم اینه که از همین جا برگرده قیمت به سمت بالا و دوباره روی این ناحیه بالا هم ما همین واکنش ها رو خواهیم داشت هفتگی بسیار جالبه فرصت خواهیم کرد برای بررسی چارت هفتگیش تو هفته های آینده دیلیش چیزی فعلا نداره طلا بریم یه ذره پایین تر هم همینجور فورش یه جوری استاده که سرگردون این وسط به نظرم خیلی جای خوبی نیست اگه بخوام چارت بلند مدت تر و یه ذره کوتاه مدت تر از تلا رو دنبال کنم این دوتا مقطع تو اچوان رو دنبال میکنم و واکنش بازار در واقع حالا چه میتونه گپ بزنه بیاتون باشه الان بازار بسته است بازار باز بشه میتونه گپ بزنه و کارهای مختلفی انجام بده یو اس ارز بعدیمه که بسیار مهمه و ببینیم چیکار کرده یو توی ماهیانه یه مقداری حرکتش بهتر شده وقتی بیارم توی ویکلی چارت ویکلیش از نظر من خیلی تکنیکال و جالب خواهد بود ببینیم یه ناحیه اینجا بایستده یه زخامت نسب و نیمه یا این بالا میبینم یعنی اگه خط نکشم کاملا مشخص از این جاها این زخامت رو میبینم ببینیم چی کار میکنه تو این زخامت یه الگو مثلثم هم داده قبول دارم و حرکتش جالبه پس USDN ویکلی خب سویسیمون که واقعا خیلی زیبای چندین ماه داریم این رو دنبال میکنیم روی این نواهی که هر هفته از نو میذارم یعنی هیچ فرقی هم نداره هزاران بار این ناحیه رو بذارم چون من همیشه یه نوع ناحیه میذارم هزاران بارم بذارم دقیقا همینجا میذارم خیلی قشنگ ماهیانش اومده آماده ایه. آماده تیپرینگه یعنی اومد اینجا ریخت حرکت کرد با قدرت یه دونه پول بک رو داده و الان نگاه کنین این کندلا چجوری داره صحبت میکنه ببینیم خب تیپرینگ که پیش بیاد اقتصاد که تنگتر بشه لندینگ مانی صورت نگیره پول تزریق به بازار نشه اسکناس چاپ نشه اینترست ریت بره بالاتر پول از باز میگم پول از بازار جمع بشه اولین اتفاقی که میفته دلار قوی میشه یعنی بانک مرکزی آمریکا این کارو بکنه دلار کاملا میتونه قوی بشه ببینیم چارت ماهیانش خیلی جذاب میتونه باشه اگه همون لحظه ای که تیپرینگ اعلام میشه این هم در واقع واکنش داشته باشه سلرا نیستن فعلا بریشا نیستن ببینیم اینجا چه اتفاق میفته ورود بانک مرکزی میتونه به واسطه دروردن پول اینجاها باشه دیگه پس حواسمون خیلی هست میخواد پولا رو جمع کنه و ببینیم چه اتفاق میفته دیلیش اما چارت جالبیه دیلیش خیلی قشنگ نشسته روی این ناحیه فشار سلرا خیلی خوب نیست ببینیم فشارش میاد یا نه فعلا فشار سلری حقیقتا نسبت به این کندلای بای فشار سلر اینجا است میکنم اولین پولبک بایرام خیلی قوی نبوده یه ذره چالشی میشه اینجا ببینیم چی کار میکنه با توجه به اینکه لو پایینتر هم داره یه حالت هایر لو هم داره توی این مسیر به این واسطه پس بنابراین به همین سلر نخواهم بود اینجا یه زخامت رو میبینم ببینیم چی کار میکنه تغییر مسیرش رو به بالا میتونه جالب باشه حالا H4ش شاید H1ش هم بعد از باز شدن بازار الان اگه میبینین اسپردم زیاده به خاطر اینه که بازار بسته است ببینیم چه اتفاق میافته اینم H1ش اف یو uh, به یورو یو تایم فریم در حقیقت اچ فورش از نظر من بسیار جذاب و جالب اومده نشسته یه جایی واکنش بازار و بعد از باز شدنش رو این نواحی اچ فور میبینم اچ وان دیلی هیچ بقیهش هیچی حتی ویکلی شد ماهیانش اگه بخوام بگم ماهیانش از نظر من چارت تمیزی باشه که ماهیانش هم میگن رنگ رخسار میدهد خبر از سر درون کاملا مشخص اومده رسیده به جاهای جالب 2017 رسیده ریجکت شده الان ببینیم 2022 دو آیا یوری میتونه بیا تست بکنه این پایینه یا نه ببینیم فرصتش رو چارت ماهیانه است خیلی خیلی از بچه ها میگن صبر میخواد حق میدم اگه میخواین تجربهش کنین بهتره تو اکانت های مختلف داشته باشین با چارت های شورت که نه در واقع لوریجتون رو بخوره نه اهرامتون مصرف بکنه نه اینکه در حقیقت هی جلو چشتون باشه که بخواین چکش بکنین دست ببرین تو معامله چون وقتی که معامله باز داری بیش از حد نگاش میکنی قطعا میخوای یه دستی ببری تو معامله چون اگه اعتماد داشته باشی به مسیر دیگه هی چکش نمی کنی دیگه چارتشون میدونی عدد نقطه رو میدونی و دیگه راحت میتونی در واقع اون چارت رو دنبال کنی پاون یو استی وضعیت مشابه رو با یورو یو داره کاملا نواهیم دیگه توضیح ندارم روش واقعا مشخصه خیلی راحت رو نواحی ما نشسته داره حرکت میکنه دو تا مقطع اینجا و این زخامت بالا اگه حرکت کنه به سمت پایین این زخامت پایین هم میتونم نگاه بکنم اما در درجه اول هفته آینده بعد از باز شدن بازار این سه تا زخامت رو بررسی میکنم واکنش قیمت رو بهش میبینم با توجه به واکنش قیمت نحوه باز و بسته شدن کندلا توی اون محدوده تصمیم میگیرم که آیا چارت خوبی هست برای معامله یا خیر چارت بعدیمون یو استیکت خیلی جالب دیلیش اومده خیلی این روزا یو استیکت قشنگ رفتار میکنه مخصوصا تو چارت کوتاه مدت تو بلند مدتش هم جالب ببینین ناحیه دیلیش به این صورته باید ببینیم چه اتفاق میفته فعلا سلر نیستم به خاطر وجود این لوهای پایین تر اجازه میدم بهترین حالت در واقع یو استی کد حالا خود کد دلار کانادا داستان داره کلی اتفاق داره اما بهترین حالت برای من بودن بایر از این زخامته و بودن سلر حالا از این کف ببینیم آیا قیمت میرسه به اونجا که در واقع ما وعدای خودمون رو عملی بکنیم یا نه باید ببینیم به حال خود باز شدن بازار میتونه با یه گپ های همراه باشه که برامون غیر قابل پیش بینی و جا کارهای جالب هم میتونه انجام بده ایودی یو اس خیلی جالبه اومده بالا کاملا روی بالا واکنش نشون داده یه فریب داده بایرا رو سلرا دستشون گرفتن ببینیم این هفته چی کار میکنه اگه پولبک کامل بزنه به این ناحیه بالا زخامت بالای من میتونه شروع یه سلاف خوشگل باشه روی ایدی یو استی اما ببینیم چی کار میکنه دیگه اما اگر زیاد و در حقیقت ما منتظر واکنش چیم شاید هم بازار بازش مستقیم بره پایین بیاد روی این ناحیه کف در واقع ما وعده رو عملی بکنیم چارت بعدیمون یوروین دیلیش چارت بسیار زیبا و بسیار قشنگ بیارم ناهیاشو بذارم این چارت. خوشگل دیگه واقعا نمیگم چه پلنی داری چه برنامه داره قطعا میدونم خودت هومورک میدم به بچه هایی که تو ویدیوهای یوتیوب رو دوست دارن علاقه مندن دنبال میکنن بنویسیم پلنتون رو یورو ین تایم فریم دیلی باز یورو ین نسبت به کد به برای من یورو ین جالب تره کد به یه دون از اون خاصیت های جالبی ها داره که توی ویدیوها ها راجبش اشاره کردیم اینجا و در حقیقت ببینیم به صورت کانال شده من خیلی خوشم نمیاد از این کانال زمانی که هایولو اینجوری زده میشه باید ببینیم به جای کتبه میبندمش اجازه میدم در واقع یه جوفرز دیگه باشه AUDN ای دی فعلا چیز خاصی رو AUDN ای نمیبینم NZDN من سعی میکنم تمام جوفرز ها آره رو حتی یه نگاه جزئی هم شده انجام بدم که ببینم چه خبره انزدی هیچی نداره برای هفته آینده انزدی در حقیقت چارتش جالبه یه کارای جالبی هم انجام داد هفته گذشته اومد روی این ناحیه حالا اچ فورش رو نشون بدم اومد روی این ناحیه جالبمون اینجا و یه زخامت این بالا که البته از قبل بود اینجا ببینیم چقدر قشنگ یه واکنش جالب یه فالس خوشگل رو داده مثل مشابه استی که باید بهش فرصت بیشتری بدیم تا ببینیم چی کار میکنه نفت نفت رو تو دیلیش خیلی قشنگ رفتار کرده ماهیانش رو ببینیم فصل سرما داریم نزدیک میشیم قراردادها داره بسته میشه تولیدهای نفت باید ببینیم آیا نفت رو میرسونه به بشکه های گرونتر فعلا نفته برنت روی 78 دلار دو بگیم دیگه چون اسپرد رفته تو 78 رو 78 دلار ثبت شده ببینیم این هفته چیکار میکنه فعلا تو دیلیش به نظر من روی سقف جالبی قرار گرفته یه لحظه یه چیزای اینور سمت چپ دیدم کوچیک کردم آره دقیقا جایی اینجا قبلا یه دونه یه حرکت سل تاریخی داشته سال 2018 از همین ناحیه چه حرکتی بوده چه فالس های خوشگلی چقدر تکنیکال نفت دیلی حرکت کرده سال 2008 18 منظرت میخوام 2018 پرچود پرچو چقدر حرکت قشنگه یه فشار جالب و یه سلافی که قیمت نفت و از 78 دلار به 50 دلار کشون ببینیم چه اتفاقی میفته توی فصل اتفاقا جالبه این اتفاقا اون سالم از سپتامبر شروع شده اینجا سپتامبر 21 25 ام 26 م 27 همینجوری داره میاد جلو دقیقا اول دوم دهم ده چهاردهم در واقع اکتبر که این سلاف صورت میگیره و نمیدونم چقدر ادامه داشته این سلافه جالبه تا یه ماه خورده ای هم ادامه داشته به 50 دلار میرسه بعدش ژانویه میشه و بازار برمیگرده ببینیم آیا این اتفاق امسال هم میفته یا نه جاش پس جای تاریخی 78 دلار دنبالش میکنیم ببینیم چه اتفاق میفته نقره یه کارهای جالبی کرده این پایین یه مقداری در واقع داره تمایل خودش رو به سقوط نشون میده ره در حقیقت تلاست و در واقع باید ببینیم چه اتفاق میفته S&P بسیار شبیه نزدک S&P و البته نزدک رو هم یو اس صد من بیارم برای بچههایی که علاقه من هستن خب بین اس ام پی و نزدک علاقه شخصیم به نزدک چون کمپانیایی که توش هست راحت تر اون تکنولوژی هم فعلا تایم فریم های بلند مدتش چیزی نمیگه بعد از سه چهار روز نزولی سومین روز سعودی رو زده اما قیمت اومده نشسته همون جایی که سلاف خوشگله شده یه بای خوشگل این ورداد یه سلاف این ورداد و قیمت اومده در شروع هفته در پایان ماه میخواد در واقع اینجا واکنش نشون بده کندل ماهیانش میتونه جالب باشه هفتگیش هم کلن اومده شبیه پینبار شده رو هوا ببینیم چه اتفاق میفته زیر کندل روز قبل کاملا پتانسیل سلاف رو داره یعنی فکر نکنین الان دو تا کندل سعودی زده به نظرم خیلی با قدرت هم نرفته خیلی پتانسیل ریزش داره بازار منتظر اگه قرار باشه تیپرینگ انجام میشه از همون بالا سقوط میکنه میاد پایین این به معنی نیست که سری همین الان بری سل بزنی نه صحبت بکنه در واقع فد و سیگنال بده که آقا تیپرینگی در راهه و ما اینجاییم که تیپرینگ کنیم SMP از نقطه نظر ناحیه پایین شاید برام جذاب تر باشه و البته ناحیه بالایی که حالا اونور خیلی زخامت بود روی در واقع نزدک این و روی خیلی واضح تر این هم میبینیم دنبال میکنیم ببینیم چه اتفاق میفته هر دو چار چارت خوبی بازار بازار خوبی اما بیایم سراغ بیتکوین کاردانو بیتکوین همین همی الان تو یک ساعته یه برگشتی رو زده اما هدفمون چارتای بلند مدته چون بازار کریپتو یه بازار ردیه و قرمزه و خیلی بریشه سعی میکنیم پادشاه کریپتو رو بررسی بکنیم واقعا تا ببینیم چه اتفاق میفته یه هایای پایین تری زده اما قیمت رو اون ناحیه‌ای که بارها و بارها راجبی صحبت کردیم اومده نشسته و یه حرکت جالب به نظر میسه بیت کوین کاراشو داره انجام میده بعد از این قدرت نمایی فقط یه دونه حجم بایرا کمه یعنی تو بیت کوین اگه نظر ما بپرسی میگم آقا فقط این حجم کمه بایرا تعدادشون کمه و یعنی نوع کندلا کندلای سودی کندلای نوزولی و فشار بایرا کاملا یه حرکت خوشگلی رو داره روی ناحیه به من نشون میده پتانسیل خوبی داره اما به خاطر اینکه حجمو ندیدیم اجازه میدیم مجبوریم اجازه بدیم اولین هایمون شکسته بشه تا از این تغییر مسیر در واقع آگاه بشیم خب اگه آموزش های مورب رو دیده باشین این در واقع تغییر مسیره میتونه با شکست این خط رونده باشه ببینیم چه اتفاقی میفته حتما اگه آموزش ها رو دنبال نکردین دنبال کنی شروع بکنین که هیچ وقت دیر نیست اینم نمودار کاردانو خیلی از بچه ها پیام دادن روز دومش تا ساعتی دیگه کنفرانسش کارش شروع میکنه این کاردانو 15 دقیقی هست و البته بریم کاردانو روزانه که خیلی جالب روی دو نیم تقریبا دو ممیز. دو دلار سی سنت به نظر من عدد جالبی خود کاردانو داره واکنششون میده اتفاقای عجیب و غریب ولی تو نمیدونم همکاریایی که اعلام کردن خیلی همکاری در واقع به نظرم پیشرفته اگه بازار سهام همچی همکاری روی سهم نشون میداد توی یه روز روی سهم میگفت اصلا اون سهام منفجر میشد اینم هم حالتش همونه یه مقدار به خاطر اینکه کل بازار نزولی و یه تعدادی مشتری از دست داده چینی رو از دست داده خیلی از در واقع معامله که تو بازار بودن و خیلی از ماینرها خب خیلی طبیعیه تا بازار خودش رو پیدا کنه اما داره جالب میشه کاردانو و نکته ای که میخوام بگم روز دوشنبه چین لینک داش این کمپانیایی که با کاردانو شاید هم کمپانیایی که امروز اعلام بشه در واقع اونایی که در واقع اینم چین با ای چین لینک اینا کمپانیهایی که تا اینجا اعلام کردن با کاردانو همکاریشونو یعنی کاردانو اعلام کرده همکاریشونو دیروز تو کنفرانس بوده ببینیم چه اتفاقی امروز روز دوم کنفرانس میفته و در نهایت چقدر این بازار میتونه بازار هیجان انگیزی باشه که بارها و بارها بایرو و سلر رو بارها و بارها معاملگره و مردم رو در حقیقت منصرف کرد یا خوشبین کرد به این بازار یاد باشه معاملگری چیزی فراتر از اینه که ما خوشبین باشیم به یه چارت یا بدبین باشیم ما بر اساس تحلیل تکنیکال بر اساس تمامی جوانب یه چارت رو انتخاب میکنیم و تو تایم کاری که انتخاب کردیم با اون چارتا همراه میشیم و بعضا در واقع رو بعضی از اون چارت هم معامله میکنیم و معاملات خودمون رو هم به انتها میرسیم مدیریت سرمایه بخش اصلی کار معاملگریه که امیدوارم هفته آینده اصلا خبری نشنوم از در واقع عدم هماهنگی بچه ها و مدیریت سرمایه یه هفته جالب رو برات آرزو میکنم هفته ای که میتونه به قول فوتبالی آبستن حوادث مختلف باشه هر جسی سالم باشی تندرست حتما نظرتو تو کامنت ها با هم در میون بذار و دوشنبه توی وبینار هفتگی در خدمت خواهم بود تا درودی دیگر بدرود خدا نگهدار